سرخط خبرها آماده باش یمن برای آغاز مرحله چهارم نبرد با رژیم صهیونیستی استقبال خانواده های و سرای صهیونیست از موافقت حماس در میان انتقاد از کابینه نتانیاهو و ایزان آمریکا به شکست تحریم‌هایش در محدود کردن صادرات نفت ایران به شرق آسیا به نام خدا سلام به این خبری از پیک خوش آمد. نیروهای مسلح یمن همزمان با آغاز حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفع از فعالسازی مکانیسم بند دوم مرحله چهارم درگیری با رژیم صهیونیستی خبر داد به گزارش خبرگزاری تسنیم نیروهای مسلح یمن همزمان با آغاز حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفع از فعالسازی مکانیسم بند دوم مرحله چهارم درگیری با رژیم صهیونیستی خبر داد بر اساسه، بند فوق کلیه شناورهای هر شرکت کشتی را بینال المللی که کشتیهایش به بنادر رژیم صهیونیستی وارد شود در فهرست اهداف نیروهای مسلح یمن قرار گرفته و تردد آنها در محدوده عملیاتی نیروهای مسلح یمن ممنوع خواهد شد. ساکنان عراضی اشغالی در اعتراض به مخالفت کابینه ی رژیم صهیونیستی با پیشنهاد آتش بس با وجود موافقت جنبش حماس با آن به خیابانها آمده و در شهر تلاویو با پلیس این رژیم درگیر شدند به گزارش ایسنا پس از که جنبش حماس موافقت خود را با پیشنهاد مصر برای آتش اعلام و در مقابل کابینه بنیامین نتنیاهو با آن مخالفت کرد معترضان صهیونیست به خیابانها آمده و با پلیس این رژیم درگیر شدند در شهر تلاویو درگیری ها میان پلیس رژیم صهیونیستی و معترضانی که خیابان اصلی شهر را بسته بودند بالا گرفته معترضان خواستار امضای فوری قرارداد تبادل و سرا با جنبش حماس بودند روزنامه ابریز زبان یدی اود اهارانوت نوشت که پس از آنکه جنبش حماس موافقت خود را با آتش بس اعلام کرد هزاران تن برای تظاهرات در مناطق مختلف به خیابان ها آمدند این معترضان خیابان ایالون در شهر را کرده و با سردادن شعارهای آزادی تمامی افراد بزرگ شده را خواستند و بر این موضع خود تاکید کردند به گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی خانواده های سرای صهیونیست پس از مسدود کردن این خیابان از کابینه نتانیاهو خواستند زمان را نسوزاند آهرانو در ادامه نوشت که تظاهر کنندگان مسیر منتهی به خیابان یالون در تلاویو را مسدود کرده و پس از آن که همراه با خانواده های بازدار شدگان خیابان بگین را به ساختمان وزارت جنگ در آن قرار دارد مسدود کردند با نیروهای پلیس درگیر شدند به گزارش وبگاه شبکه دوازه تلویزیون این رژیم در پی تظاهرات خانواده های اوسرا این خیابان را در هر دو جهت مسدود کردند این شبکه تلویزیونی خبر داد که خانواده های اوسرا در بیانیه از موافقت حماس با پیشنهاد آتش بس استقبال کرده و آن را اقدامی در رسای بازگرداندن 132 اسیر صهیونیست دانستند آنها در ادامه بیانیه خود تاکید کردند که اکنون زمان آن رسیده که کابینه اسرائیل در عمل پایبندی خود را به اسرائیلی ها ثابت کند کابینه باید موافقت حماس را به قراردادی برای بازگرداندن همه تبدیل کند شبکه یبری زبان کان نیز گزارش داد پس از اعلام پاسخ حماس صدها تن به خیابان آمده و مقابل ساختمان وزارت جنگ این رژیم در تلاویو تظاهرات کردند این شبکه در ادامه به نقل از یکی از تظاهر کنندگان گزارش داد که حماس با قرارداد موافقت کرد و اکنون نوبت کابینه است که اسرا را برگرداند در غیر این صورت اسرائیل را آتش خواهید زد این تحولات پس از آن بود که جنبش حماس موافقت خود را با پیشنهاد مصر برای آتش اعلام کرد همچنین رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین رابطه گزارش داد که درگیری ها میان پلیس این رژیم و معترضان در شهر حیفا واقع در شمال عراضی اشغالی آغاز شد معترضان توقف جنگ و امضای فوری قرارداد تبادل اسرا را خواستار شدند دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که کابینه جنگ این رژیم با تداوم عملیات در شهر رفح جهت افزایش و فشارها بر حماس برای آزادی اسیران از و تحقق دیگر اهداف جنگ موافقت کرد بر اساس این بیانیه کابینه جنگ به اتفاق آرا تصمیم گرفت که این رژیم به عملیات در رفع ادامه دهد تا با اعمال فشار نظامی بر حماس پیشرفتی در روند آزادی اسیران از و تحقق دیگر اهداف جنگ حاصل شود همچنین در این بیانیه آمده است با وجود اینکه پیشنهاد حماس با خواسته اصلی اسرائیل فاصله زیادی دارد اسرائیل هیئتی را برای بررسی امکان دستیابی به توافقی با شروط مورد قبول خود نزد میانجی ها اعزام می کند جون به اصر دوشنبه اعلام کرد که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی آن موافقت خود را با پیشنهاد مصر و قطر به عنوان دو کشور میانجی در خصوص توافق و آتش بس با رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز دوشنبه آغاز عملیات نظامی در شهر رفع را اعلام کرده برای یکصد هزار فلسطینی مستقر در رفح بیانیه‌های هشدارآمیزی را منتشر کرده و از آنها خواست شرق شهر رفح را تخلیه کرده و به منطقه المواسی در جنوب غرب نوار غزه بروند. حملات رژیم صهیونیستی به غزه در طول بیش از هفت ماه گذشته علاوه بر ویرانی گسترده و قهطی حدود 113 هزار شهید و زخمی که بیشترشان کودک و زن هستند و ده هزار مفقودی بر جای گذاشته است. با وجود اینکه شورای امنیت قدنامه‌ای را برای توقف فوری این جنگ صادر کرد، و دیوان بین مللی دادگستری نیز در حکمی از تلاویف خواست اقدامات فوری را برای جلوگیری از کشتار جمعی و بهبود شرایط انسانی در غزه در پیش بگیرد اما این رژیم به حملات علیه نوار غزه ادامه می دهد. معاون وزیر خزانه داری آمریکا که در سفری چهار روزه به دو کشور شرق و آسیا به سر میبرد در زمینه محدود کردن صادرات نفت ایران به کشورهای این منطقه از آن کرد به گزارش ایسنا برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی تلویحا با گفتن اینکه آمریکا شاهد انتقال نفت ایران به نزدیکی سنگاپور و در منطقه است به شکست سیاستهای تحریمی آمریکا در محدود کردن صادرات نفت ایران اشاره کرد دولت پیشین آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای در سال 2018 که به موجب آن ایران در ازای لغو تحریم‌ها برنامه هسته‌ای خود را محدود کرده بود، ضمن بازگردانی تحریم‌های پیشین علیه ایران، تحریم‌های جدیدی نیز علیه ایران اعمال کرد. این تحریم شامل تحریم هایی علیه صادرات نفت ایران نیز بود خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد نلسون که به سفر چهار روزه به سنگاپور و مالزی رفته گفت که آمریکا ظرفیت ایران برای انتقال نفت خود را متکی به خدمات دهندگان ده مستقر در مالزی میداند وزارت خزانه داری آمریکا گفت که هدف سفر نلسون مقابله با درآمدزایی ایران و تامین مالی نیروهای نیابتی آن است این در حالی است که مقامات ایران ادعای آمریکا مبنی بر تامین مالی گروه های مقاومت منطقه ارزی تسلیحات با آنها و کنترل اقداماتشان را رد کرده و گفته که آنها مستقل و طبق صلاح دیده خود عمل می کنند. این خبرگزاری در ادامه نوشت که سفر نیلسون در بره ای انجام شده که وزارت خزانه داری آمریکا تمرکز خود بر تامین مالی گروه های شبه نظامی از طریق جنوب شرقی آسیا از جمله به واسطه درآمدزایی و قاچاق نفت ایران را افزایش داده است نلسون به خبرنگاران گفت که آمریکا در تلاش است مانع تبدیل شدن مالیزی به قلمروی شود که گروه حماس بتواند در آن درآمدزایی کند سپس این پولها را انتقال دهد وزارت خزانه داری آمریکا در ماه گذشته تحریم هایی را علیه چهار شرکت مالزیایی به اتهام حمایت از تولیدات پهبادی ایران اعمال کرد ممنونیم از که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودیم